سلام میگم به شما دوستان مهربونم، مونا کیخا هستم و برگشتم با یک قسمت جدید، قسمت 9 از مجموعه سوال ممنوع. در خدمت دکتر ساسان عزیز هستیم، خیلی خوش اومدید. مرسی مونا جان، منم ساسان توسلی هستم، خیلی خوش آمد میگم به شما بینندگان برنامه های ما. امیدوارم که از برنامه هایی که من و خواهر مونای عزیز داریم خدمتتون هر هفته ارائه میکنیم توی مجموعه لذت برده باشید و داریم با هم دیگه جلو میریم و سعی میکنیم جواب بدیم به سوال های خیلی مهم که خیلی ها باش درگیر هستن و باید دنبال کنن جواب ها رو برای خود. بله، خیلی هم عالی. سوال این هفتمون هستش که چطور میتونیم خدایی رو دنبال بکنیم که اجازه میده مسیحی ها کارهای بد انجام بدن؟ خب یعنی چی هستن این سوال مونا خانم؟ خب یه ذره برمیگرده به دنیا، یه ذره برمیگرده به خانواده خودمون توی کلیسا، که حالا برای چی مثلا میگم دنیا؟ خب خیلی وقتا کسانی هستن که اصلا مسیحی نیستن، ولی خب دارن نگاه میکنن که کسانی که به ظاهر مثلا مسیحی هستن یا مسیحی زاده هستن، مثل کسایی که الگوی جوامع هستن، سلبریتی ها که خودشون رو مسیحی مثلا معرفی میکنن، ولی خب اعمالشون خیلی متفاوته با اون چی که خودشون دارن نشون میدن. بعد مثلا میگن خدا چطوری اجازه میده که طرفی همچین حرکتی رو انجام بده، یا چطوری میتونه این کارو مثلا بکنه، خدا مثلا متوقفش نمیکنه. یا همینطور تو کلیسای خودمون، کلیسای جوامع ایرانی خودمون، تمام جوامع، بله. حالا چون ما داریم برای فارسی زبونا برنامه درست میکنیم، میگم کلیساهای خودمون، کسانی هستن که واقعا تظاهر میکنه و با تظاهرشون خیلی از افراد رو زده میکنن و ناراحت میکنن. و این تظاهر بعضی وقتا خیلی دیگه بیش از حد شده، بله. تقریبا میتونیم بگیم که خیلی از ایمان هم حتی افتادن. بله. آقا اگه اینه پس من دیگه نمیخوام. بله بله. خب ببین، آره، اینجا داری انگوش میذاری رو اون نکته مهم. آره. که خیلی وقتا رفتار مسیحیا در تاریخ کلیسا، بله، رفتار کسایی که حالا چه در کلیسا هستن چه فقط به قول خودت مسیحی زاده هستن، رفتار و الگوی زندگیشون زده کرده مردم رو از ایمان مسیحی. بله. که این خدایی که شما میگید، اگر زندگیت اینه، ادعات اینه، مذهب و دینت اینو میگه، ولی تو اینطوری داری این کارا رو میکنی، پس این ریاکاری، این تظاهر، این داوری هایی که خیلی وقتا کلیسا، افراد خارج از کلیسا رو کرده، خیلی ها رو از ایمان زده کرده، از مسیح زده کرده، از خدا و دین و مذهب زده کرده. تو جامعه ایرانی ما هم که فراوونن، به خصوص نسل جوان که مارگزیده است از اسم خدا و دین و مذهب، به خاطر اینکه چه کارهایی رو به اسم دین و خدا و مذهب در کلیسا انجام دادیم در تاریخ مسیحیت و در زندگی خود ما ایمانداران مسیحی در کلیسا. پس این موضوع مهمیه که میخوایم حالا بهش بپردازیم، مفصل بهش میپردازیم. بریم نظر مردم هم بشنویم، خیلی زود برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. چطور میتونیم خدایی رو دنبال کنیم که اجازه میده این همه مسیحی ها یا خودمون کارهای این همه اشتباه انجام بدیم؟ به نظرم اگه اینطوری بخوایم بهش نگاه بکنیم که از همون زمان آدم و حوا یه جای کار میلنگه. داستان اینه که خداوند به ما اراده داده، خدا ما به ما احترام گذاشته و این اراده رو در اختیار ما داده. ما بعضی وقتا با اراده خودمون کارهای خدا رو خراب میکنیم، اون برنامه بی‌نظیری که خدا برای ما ریخته رو ممکنه خرابش بکنیم و بریم سمتی که جایی که درست نیست. و خب دلیل نمیشه، حالا اگه مسیحی غیر مسیحی، آدم و حوا هم با خداوند زندگی میکردن، با خداوند راه رفتن، اما درگیر غرور شدن، میدونی؟ پس این ما هم که بعضی وقتا خرابش میکنیم، نمیشه تقصیر کسی دیگه ای انداختش. همونطوری که تو سوال قبلم گفتم، این ماییم که ما مسیحی میشیم، ولی این ماییم که دیگه انتخاب میکنیم که بعد از اون چه راهی رو بریم. خدا به ما نشون میده اون راهو، عیسی مسیح به ما نشون میده اون راهی که درسته، ما رو هدایت میکنه. ولی اگه یه نفر دیگه بر اساس ذاتشه، بر اساس شخصیتشه، دیگه نمیخواد اون چیزی که خدا بهش نشون میده رو قبول بکنه و یه راه دیگه میره، دیگه دست خدا نیست. ما نمیتونیم بگیم که نه خدا کمکش نکرده، اون دیگه انقدر پافشاری کرده که خدا هم دیگه گفته که دیگه اگه میخوای بری برو، تا جزاشم ببینی دیگه.
خب همه ما انسان هستیم و این دلیل نمیشه که چون مسیحی هستیم و لیبل مسیحی رو داریم این نشون بده که ما فوق‌العاده هستیم و پاک و بی‌عیب هستیم از هر گونه ایراد. در وهله اول ما هممون انسانیم. چقدر خوبه که ما هممون تلاش کنیم و بشیم صورت واقعی عیسی مسیح، یعنی اینکه وقتی که ما قدم بر جای میذاریم از رفتار ما متوجه بشن که ما مسیحی هستیم. و این اگر کسی ایراد یا اشکالی داره دلیل نمیشه که همه مسیحیان به این صورت هستن. به نظر من نمیشه خدا رو با رفتار مردم قضاوت کرد. خدا رو باید جوری که خودش هست قضاوت کرد و اینکه ما باید خودمون اول سعی کنیم که خودمون رو به شکل خدا در بیاریم و اینکه زیاد درگیر این نباشیم که مردم چرا دارن حالا بد رفتار میکنن یا خوب رفتار میکنن، یا اگه کسی مسیحی هستش چرا پس رفتارش اینجوریه، چون اون شخص برای خودشه و اینکه ما باید رابطه بین خودمون و خدای خودمون رو داشته باشیم. پس این نمیتونه دلیل باشه که خدا بتونه بد باشه اگر کسی بده. من فکر میکنم که اگر که ماها از خودمون شروع بکنیم و هر کس اون چارچوبا و اون معیارایی رو که برای تبدیل شدن به یک انسان کامل و یک انسان خوب برای خودش در نظر گرفته رو دنبال بکنه، فکر میکنم که تمام اون کسایی هم که توی یک راه یک مسیر دیگه هستن و یا دارن مسیر رو اشتباه میرن میتونن که ماها رو ببینن. کسایی رو که دارن طبق اون کلام خداوند رفتار میکنن با رفتارمون میتونیم الگویی برای بقیه باشیم. خیلی ممنون هستم از این عزیزانی که نظراتشون رو با ما تقسیم کردن و خیلی جالب بود مثل همیشه. خب ادامه بحث در خدمت شما. من میخوام اینطوری صحبت رو شروع کنم. نمیخواستم اینو بگم راستش رو بخوای، علی الان تو ذهنم اومد که بگم. من سال... اینجا ما نمیخوایم سانسور کنیم. آره. من سالها پیش تو کشور آلمان شما بودم. تو اون موقع فکر نکنم هنوز آلمان بودی. و برای یه کنفرانس دو سه روزه رفته بودم با یک از خادمین عزیز که منو دعوت کرده بود. هنوز یادمه داشتم از کتاب فیلیپ یانسی درس میدادم. یه کتاب زیبای فیلیپ یانسی، نویسنده مشهور و محبوب مسیحی، داره به نام عیسایی که هرگز نمیشناختم. داشتم از اون کتاب درس میدادم. بعد روز دوم یه آقای اومد و من گفت من میتونم با شما چند دقیقه صحبت کنم؟ گفتم بله بفرمایید. رفتیم بیرون. همینطوری یا قلف نمیکنم همینطوری این آقا برگشت و من گفت شما از خودت خجالت نمیکشی؟ بعد من یه هایی جا خوردم، شوکه شدم، گفتم خندیدم، گفتم نه من از خودم هیچ خجالتی نمیکشم، منظورتون چیه؟ بعد گفت شما با این حرفای قشنگ و تعالیم قشنگتون مردم رو میکشونه تو کلیسا، بعد چه بلاهایی نیست که کشیشا سر اعضای کلیسا در نیارن به اسم خدا و دین و مذهب. و یه سری مثال آورد. منم واقعا چی میگیم به فارسی شاخ در آوردم. آره شاخ در آوردم و اصلا طوله گفتم والله من یه عمری تو کلیسا هستم همچین چیزایی نشنیدم ندیدم. گفتم فقط به عنوان یک معلم من میتونم برم درباره موضوعا درس بدم تو تلویزیون. برگشتم آمریکا یک کتابی رو پیدا کردم و یک کتابی که انگلیسیش اسمش هست Toxic Faith که من به فارسی درسایی دادم به نام ایمان سمی. ایمان سمی، حالا شاید به نظرم بعد میگفتم ایمان مسموم یادم نیست، ولی یعنی شاید درستش این بود ترجمه، ولی من اسمم درس رو گذاشتم ایمان سمی که تا اونجایی که میدونم انگارم تو اینترنت و اینا جاهایی نیست این، چون به عده خادمین از من شکایت کردن که تو داری اینجا آبروریزی میکنی در کلیسا و این همه ادیان دیگه توشون کثافتکاری، حالا تو انگوش گذاشتی داری آبروی کلیسا و مسیحی‌ها رو میبری. منم همیشه عزیزان گفتیم بحث اسم این برنامه سوال ممنوعه، میخوایم تابوها رو بشکنیم، سانسورها رو، خودسانسوریا رو تموم بکنیم، با واقعیت‌ها روبرو بشیم. دیگه تظاهر دیگه بسته. حالا تو همون هفته‌ای که من تو آمریکا داشتم ضبط می‌کردم اون برنامه‌های ایمان سمی رو که هی هم میگفتم با همون هفته اخبار توی آمریکا، صحبت سال‌ها پیشه، اخبار داغ آمریکا همون هفته فاجعه های کلیسای کاتولیک بود که
که چقدر کشیشا به بچه ها تجاوز کردن، بچه آزاری کردن در طول ده ها سال در کلیسای کاتولیک، که حالا دیگه اینا زده بود بیرون این فاجعه ها. و بعد یادمه سه شنبه شب اون هفته تو سی ان ان یک برنامه خاصی سی ان ان درست کرده بود از یک کلیسای پروتستان، کلیسایی که کشیشش توش دستور داده که به خاطر اینکه مسیح شفا دهنده است، کسی نباید دارو بخوره، کسی نباید پزشک بره، همه باید دعا کنیم با ایمان شفا رو بطلبیم. و تو این کلیسا 40-50 تا بچه کوچیک مرده بودن و قبرستون این بچه ها پشت کلیسا بود. بعد من هر روز میمرم تو تلویزیون میگفتم آقا به اسم خدا و دین و ایمان، چه در کلیسا، چه در مسجد، چه در معبد، چه در کنیسه، افراد دیوانه و شارلاتان میتونن از مردم سوء استفاده بکنن. به اسم خدا و دین و مذهب خیلی آزارها، گناهها، بدبختیها وارد دنیا شده. پس باید این رو قبول بکنیم که از اسم خدا و دین و مذهب میشه خیلی سوء استفاده ها کرد. و در تاریخ کلیسا هم این اتفاق افتاده. از این کتاب میشه برای بنا کردن دیگران استفاده کرد، از این کتاب میشه مثل یک چکش برای کوبوندن و نابود کردن دیگران استفاده کرد. اینو قبول داری خودتم؟ اینو تجربه کردی خودتم؟ پس باید اعتراف کنیم که بله در تاریخ کلیسا و نه فقط تاریخ کلیساها، زندگی خودمون، زندگی شخص خودمون، ادعاها و شعارهامون از واقعیت‌های زندگیمون متأسفانه خیلی بالاتره. واسه همینه که هی من میگم عزیز من، عزیز مسیحی، شعاراتو بیار پایین‌تر که یه مقدار با واقعیت‌های شکستگی‌های زندگیت نزدیک‌تر باشه، که مردم خیرتو نگیرن که تو آدم ریاکار و دروغگو و متظاهری هستی. به نظرم یه نقل قولی از گاندی هست که میگفت من مسیحی میشدم اگه یه مسیحی رو میدم که داشت مثل مسیح زندگی میکرد. پس این واقعیتیه که بله ما هیچ کدوممون متاسفانه مثل مسیح زندگی نمی کنیم و خیلی جا داره که خودمون رو نقد کنیم، خیلی جا داره که واقعیت رو بپذیریم که خیلی کم میاریم. اینو خواستم به عنوان مقدمه بگم، هنوز وارد جوابهای اصلی نشدم. ولی شما خودت دوست داری چیزی اضافه بکنی یا نه؟ حالا صحبت که زیاده، مثالم که زیاده. اوکی. مثلا یکی از چیزایی که واقعا حتی مثلا پدر خودم یا از عزیزان نزدیک خودم همیشه بهش اشاره میکنه، مثلا به جنگای صلیبی داره اشاره میکنه. آها آها آها، آقا دختر من، آخه بل. توی مسیحیت هم همینه دیگه. من بارها مثلا پدرم به من گفته گفته که بابا ما که دیگه میدونیم که دیگه اون تو هم چه خبره، چرا میخوای یه جور دیگه نشون بدی؟ یعنی واقعا بعضی وقتا میمونم میگم هی میشینم باش صحبت میکنم، ولی این هنوز توی گوشش هستش که آقا جنگای صلیبی. بله. ولی خوب خیلی خوب، اینو خوشحالم اینو گفتی. بذار من چند تا نکته خیلی سریع بگم، چون میگم صحبت اینه که من نمیتونم اصلا این ایمان مسیحی رو بپذیرم به خاطر تاریخ این مسیحیت. این یک تاریخ مسیحیت، نه فقط زندگی مسیحیت، تاریخ زندگی این مسیحیت نشون داده که چقدر فاجعه ها اتفاق افتاده به اسم خدا و دین و صلیب و کلیسا. حالا من میخوام چند تا نکته خیلی سریع بگم. دوباره این مبحثیه که جا داره خیلی طولانی دربارش صحبت بشه. من یه برنامه‌هایی تولید کردم تو اینترنت، میتونید پیدا کنید به اسم مسیحیت در آینه زمان، و یک سری جواب‌های خوب تو اون برنامه‌ها هست که می‌خوایم که بله ببینید می‌خوایم صادق باشیم دیگه. خب پس نباید یه طرف هم قضاوت کنیم. جنگ‌های صلیبی کاملاً اشتباهه. وقتی کسی شمشیر بلند میکنه و دشمنش رو میکشه به اسم مسیح، داره به خود تعالیم عیسی مسیح خیانت میکنه، داره زیر پا میذاره تعالیم مستقیم خود مسیح و شاگردان مسیح رو، حتی اگر علامت صلیبم رو اون سرباز باشه و با شمشیر با غیرت هم داره به خاطر مسیح میجنگه. پس جنگ های صلیبی بوده، نمیدونم جنگ با افراد دانشمند بوده، سوزوندن افرادی که فکر میکردن جادوگرن، اینا همه بوده. خب ولی بیایم اینو توی یک کانتکست بزرگتر بذاریم که آیا تاریخ کلیسا فقط بدی و تاریکی بوده؟ آیا قسمت های خوب تاریخ کلیسا به خاطر همین تعالیم مسیح رو باید کاملا، اونم باید سانسور بشه، اونم باید محو بشه؟ منظورم چیه؟ خیلی سریع میخوام بگم، تو اون برنامه مسیحیت در آینه زمان این رو باز کردیم از کتاب های مختلف. ولی شما وقتی نگاه میکنی، من از این کتاب Can I Ask That، آیا میتونم اینو بپرسم،
که الهام سوال‌های ما از این کتاب‌ها هست، نویسنده مثلا همین چند تا مثال خیلی کوچولو میاره که به خاطر وقتی به تاریخ کلیسا نگاه می‌کنیم، بله قسمت تاریکش هست، نباید هم سانسور بشه، ولی قسمت‌های نورانی، قسمت‌هایی که باعث برکت جامعه بشری شده چی؟ مثلا میگم دانشگاه‌ها در دنیای غرب در کلیساها تأسیس شدن. دانشگاه آکسفورد و کمبریج، دانشگاه پاریس، در آمریکا هاروارد و ییل و پرینستون، در تاریخ تمدن غرب کشیش‌ها و کلیساها بودن که سواد آموزی، دنبال علم رفتن، تحقیق رو ترویج دادن و شد اساس دانشگاه‌های مشهور دنیای غرب. حمایت از بچه‌های فقیر، بچه‌ها، افراد فقیر، یتیم و بیوه، اینها در کلیسا اتفاق افتاد در تمدن غرب. یعنی به خاطر تعالیم مسیح، به خاطر کتاب مقدس که افراد حاشیه‌ای، افرادی که در اجتماع جایگاهی ندارن، مسیح چقدر بهشون خودش توجه میکرد، پیروان مسیح در طول تاریخ کلیسا باعث شدن که سازمانهای خیریه، بیمارستان، یتیم خونه، همین مثلا مسئله بیمارستان، به خاطر اینکه مسیح شفا میداد، پیروانش بیمارستان‌ها تأسیس کردند برای شفای افراد بیمار. یتیم خونه، بیمارستان، کمک‌های اجتماعی به بیوه‌ها، به بچه‌ها، به فقیرها در تاریخ غرب به خاطر تعالیم مسیح اتفاق افتاد. تعالیمی که در کلیسا تعالیم مسیح رو ترویج می‌دادند. مسئله حقوق بشر و دموکراسی اگر تحقیق کنید برمیگرده به تعالیم مسیح، آزادی انسان، آزادی وجدان. جایگاه زن در دنیای غرب برمیگرده به تعالیم مسیح و اهمیتی که برای مسیح، باز احترامی که برای زنها داشت. مسئله سواد آموزی اینجا، مسئله حتی مبارزه با بردهداری. درسته که یه عده بسیحی خودشون تو بردهداری دست داشتن، ولی اونایی هم که مخالف بردهداری بودن مسیحی بودن و به خاطر تعالیم مسیح. مسائل سیویل رایتس چی میشه؟ حقوق اینایی که با آپارتاید مبارزه، مثل مارتین لوتر کینگ حقوق مدنی، حقوق نه آره ولی آره که برابری سیاه پوست با سفید پوست در آمریکا، مثل مارتین لوتر کینگ و برابری سیاه و سفید و نمیدونم حقوق بشر، مبارزه با بردهداری، مسائل اخلاقی. مثلا میخوام بگم همین کلمه فروتنی که همه ما امروزه میگیم یک فضیلته، یه چیز خوبیه، حالا هیچکس هم شاید فروتن نیست، ولی فروتنی میگیم چیز خوبیه. برای افرادی مثل افلاطون و سقراط و ارسطو فروتنی اصلا صفت خوبی نبود. فروتنی مال برده هاست، مال افراد خدمتکار و بدبخته، مال غلامانه. مسیحی که فروتنی رو یک الگوی زیبا کرد، مسیحی که خودش زانو میزنه و پای شاگرداش رو میشوره، مسیحی که پولس تو فیلیپیان میگه خودش خدا بود ولی اومد مثل انسان شد، مثل یک برده و غلام، و خودش رو برای ما فدا کرد. پس خصوصیات اخلاقی مثل فروتنی، خصوصیاتی مثل کمک به افراد بیوه و یتیم، افراد مریض، افراد حاشیه‌ای، تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی، مسئله سواد آموزی، دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با بردهداری. و بعد چقدر میسیونرهای مسیحی وقتی رفتن به جاهای مختلف دنیا این فعالیت‌ها رو در دنیا هم ترویج کردن. تو خود ایران ما میسیونرهای مسیحی بودن که اومدن بیمارستان‌ها را انداختن، همین یتیم خونه، نمیدونم دانشکده برای خانوما، پرستاری و غیره. حالا هنوز وارد کل جواب نشدم، ولی میخوام بگم بله، جنگ‌های صلیبی بوده، باید هم محکوم کنیم. من سالها پیش رفته بودم آفریقای جنوبی، توی دانشگاه با دانشجوی مسلمون صحبت می‌کردم، بعد از اینکه شهادتمو دادم اولین سوال این بود جنگ‌های صلیبی، گفتم باید توبه کنیم، این کار هیچ توجیه ایمان مسیح نداره. بله جنگ‌های صلیبی و غیره بوده، ولی فقط هم یه طرفه قضاوت نکنیم، قسمت‌های خیلی پربرکت هم بوده در تاریخ کلیسا از طریق پیروان مسیح که خواستن تعالیم مسیح رو تو جامعه انجام بدن. بله یه تیزر کوتاه با هم نگاه میکنیم، زود برمیگردیم با ادامه بحث. در خدمت شما عزیزان هست. برگشتیم دوباره با ادامه بحث، در خدمت شما دکتر ساسان عزیز. حالا میخوام که
میخوام دوباره برگردم، از این کتابا زیاده ولی امروز با خودم تو این برنامه‌ها یه کتابی آوردم، کتاب جدیدیه که چند بار معرفی کردم تا حالا. Is God just a human invention؟ آیا خدا فقط یک اختراع انسانه، یک فکریه که فقط انسان اختراع کرده؟ کتابی که فصل‌های مختلف داره، نویسنده‌های مختلف توش نوشتن. یه فصلش اسمش هست Is religion dangerous؟ آیا مذهب اصلا خطرناکه؟ و خیلی از آتئیست‌های دنیای معاصر صحبتشون اینه که آقا اصلا ایمان مذهبی مثل یک ویروس باعث بدبختی جامعه بشری و نه فقط هیچ دین خاصی هم نه، چه مسیحیت چه ادیان دیگه، اصلا دین و مذهب و باور به خدا بشر رو بدبخت کرده، باعث مرگ و کشتار و عقب افتادگی و بدبختی جامعه بشری ایمان و باور به خدا و دین و مذهب. این ادعاها خیلی داره زیاد میشه حتی تو دنیای غرب. حالا این فصلش که اصلا مذهب خطرناکه، اصلا مشکل باور مذهبی و دین و اعتقاد به خداست، لب کلام اینه که این حرف انقدر حرف بی اساسیه. حالا میخوام یه مثال فقط بیارم، یعنی عزیزان صحبت ما اینه که مشکل این همه ریا و این همه بدبختی و خشونت و اینا دین و مذهب نیست، مشکل قلب گناه‌آلود انسانه. حالا بعضی وقتا پشت نقاب دین و مذهب و ایمان مسیح اتفاق میفته، بعضی وقتا یه گروهی بلند میشه فقط به اسم نژاد و قبیله میاد یه عده دیگر رو میکشه. مگه مغولا به خاطر دین و مذهب اومدن نابود کردن؟ قبیله ما برتره، قبیله برتریه. یکی به خاطر رنگ پوست میاد یک کسی دیگر رو میزنه نابود میکنه، یکی به خاطر غرور ملی، یکی به خاطر اسم خانوادگی، ایدئولوژی سیاسی. یعنی میخوام بگم از هر نیت و انگیزه این انسان گناهکار استفاده میکنه که خودش رو بالا بیاره و دیگری رو نابود بکنه. دلیلش دین ایمان مسیحی نیست، دلیلش قلب انسانه که پشت این چیزا میتونه قایم بشه. حالا یه مثال از یه فیلسوف مسیحی این نقل قول میکنه، این مثال مثال مهمیه که اگر مسیحی ها، شما اسم جنگ های صلیبی رو آوردی، اینو برو به بابات بگو، من اگر بابات هنوز ندیدم اینو من میخوام به بابات بری بگی که اگر مسیحیت و ایمان مسیحی باید انداخت دور به خاطر جنگ های صلیبی و کشتارهای جنگ های صلیبی، پس اونایی که میگن اصلا خدا اونایی که خدا ناباورن، آتئیست هستن، جنگ ها و کشتارهایی که آتئیست ها کردن رو چطوری باید جوابگو باشن؟ اونایی که اصلا به خدا باور ندارن. داستان گرفتی؟ بله بله. کریستوفر هیچنز که میگه اصلا خدا باوری بدبختی انسانه، خب خدا ناباوری چقدر انسان رو کشته؟ اگر خدا باوری مسیح چقدر کشته، حالا خدا ناباورا چی کار کردن تو تاریخ؟ حالا از یه فیلسوفی به نام دینش دسوزا نقل قول میکنه، میگه کشتارهایی که از ریشه مذهبی داشتن قابل مقایسه نیست با کشتارهایی که ریشه غیر مذهبی داشتن. یعنی اونا بیشتر بوده. حالا مثال میاره، میگه که یه حساب تخمینی که جمعیت دنیا در سال 1450 میگه 500 میلیون نفر بوده، به 2 میلیون و نیم رسیده در 1950، یعنی 5 برابر بیشتر شده. میگه حالا اگر تو تمام جنگ های صلیبی و کشتن جادوگرها و جنگ هایی که تو اروپا بوده رو کلن با هم حساب کنی، یه چیزی حدود 200 هزار نفر کشته شدن، 200 هزار نفر تو دوران قرون وسطا. خب حالا میگه در مقیاس با اگر جمعیت امروزه بود میشد حدود 1 میلیون نفر، یعنی قرون وسطا تا قرن بیستم جمعیت انسان 5 برابر بیشتر از 1450 بود، پس حالا 200 هزار نفر کشته شدن اون موقع، 5 برابرش بکنی میشه 1 میلیون. بله. در مقایسه با دنیای مثلا انگار 1 میلیون کشته شدن. بله. اگر جمعیت امروز بود تو قرون وسطا، خب 1 میلیون نفر کشته شدن توی این جنگ های صلیبی و اینا. حالا میگه که میگه کسایی که زیر دست استالین کمونیست، ماوی کمونیست در چین، استالین کمونیست در شوروی، ماوی کمونیست در چین و هیتلر نجات پرست در آلمان کشته شدن، کل اینا میشه 1%. کل جنگ های صلیبی و کشتارهای کلیسا 1% کشتارهایی که زیر دست هیتلر
استالین و ما او اتفاق افتاده. پس 1%، یعنی میگه که زیر دست ما او در چین، استالین در شوروی و هیتلر در آلمان یک چیزی حدود 100 میلیون انسان کشته شدن در عرض چند دهه. یه اصلا آمار به نظرم ناچیزیه در مقابل اون چیزی که شما گفتید. پس میخوام بگم خدا ناباورا تو قرن بیستم یه چیزی حدود 3 نفرشون 100 میلیون آدم کشتن. تا تاریخ کلیسا تو چند قرن 200,000 نفر، حالا بگیم مساوی میشه با 1 میلیون در قرن بیستم. پس چطوری مسیحیت رو میگیم باید رد کرد به خاطر این کشتارها؟ نمیگم کشتارها توجیه داره ها، ولی خدا ناباورا هر چقدر آدم بکشن میگیم این مشکل آتئیزم نیست. این خب پس اینا رو باید چطوری توجیه کرد؟ این به نظر من منصفانه است که آدم این رو بگه. پس من میخوام بگم که به نکات مثبت کلیسا باید نگاه کنیم، اعتراف بکنیم به گناه‌های کلیسا و زندگی خودمون، صادق باشیم، شعارامون اینقدر بالا نباشه، نگاه کنیم که غیر ایدئولوژی‌های غیر دینی چقدر باعث کشتار شده. حالا غیر دینیش میتونه کمونیست باشه، میتونه کپیتالیست باشه، میتونه نژاد پرستی باشه، میتونه قومی و طیفی باشه، میتونه ایدئولوژی سیاسی باشه. ولی در آخر میخوام اینو بگم، همونطوری که کلمه فروتنی رو مسیح رایج داد در تاریخ اخلاقیات بشری، کلمه ریاکاری هم برمیگرده اصلش به صحبت‌های خود مسیح. انگلیسی به کلمه ریا میگیم هیپوکریسی، یعنی ریا. هیپوکریت یعنی کسی که ریاکاره. مسیح 17 بار از این کلمه تو اناجیل استفاده کرده. 17 بار از کلمه ریاکاری، از کلمه هیپوکریت، یعنی یونانی هیپوکریت، که از کلمه ریاکار، ریاکار، ریاکننده، ریاکاری. 17 بار، یعنی کسی که بیشتر از هر کسی انتقاد کرده ریاکاری رو خود عیسی مسیح بوده. فریسیای ریاکار، فریسیایی که حرفشون یه چیز، زندگیشون یه چیز دیگه است. پس میخوام بگم کسی که یکی از نویسنده‌هایی که میخوندم میگه تو اگر با ریاکاری مشکل داری، تو طرفدار مسیح هستی، چون مسیح هم با ریاکاری مشکل داشت، مسیح هم مخالف ریاکاری بود. و متاسفانه واقعیت اینه که خیلی وقتا تو کلیساها ما بیشتر شبیه فریسی ها میشیم که مسیح انتقادشون میکرد تا شاگردان خود مسیح که بر ضد ریاکاری بجنگی. ولی میخوام در آخر اینو بگم، هر انسانی که صادق با قلب خودش باشه فقط نگاه نمیکنه به ریاکاری دیگران، به ضعف رفتاری و شخصیتی در دیگران. هر انسان صادقی باید به خودش هم نگاه کنه، منی که ریاکارای دیگر رو محکوم میکنم، آیا خودم 100% با خودم و با همه صادقم؟ آیا من همیشه با همه راستم؟ آیا من کمبود و ضعف شخصیتی ندارم؟ آیا وقتی من دارم ریاکارا رو داوری میکنم، مسیحیا رو داوری میکنم، خودم رو یه جایگاه بالاتر نذاشتم، خودم رو پاک ببینم، بقیه از خودم پایین تر ببینم؟ یعنی میخوام بگم همه مون مشکل داریم با ریاکاری، هممون باید به طرف صداقت و فروتنی حرکت کنیم. این فقط مشکل مسیحی یا تو کلیسا نیست، مشکل بشریه و مسیح میخواد ما رو نجات بده از این ریا، از این ناصداقتی، و ما رو به طرف صداقت فروتنی حرکت بده. حالا میگم میشه صحبتهای دیگه ای کرد، ولی کسی که اعتراض میکنه به رفتار مسیحی ها، اول باید قبول کنیم اون اعتراضو، ما خیلی کم میاریم، به خصوص وقتی مسیحی‌ها چه کارهای فاجعه آمیزی انجام میدن. حالا بعضی توجیه میکنن. آره که چی؟ چطوری؟ که مثلا نه، حالا اینطوریم که شما میگید نبوده. نه. وقتی به جنگ صلیبی حالا اشاره میکنن. نه من خیلی جالب بود برام، مثلا بعضی توجیه میکنن، میخوان یه سرپوش بزنن، چیزی که واقعا چی میگن عیانه. بله. یا مثلا وقتی داریم نگاه میکنیم که چقدر داره آزارهای جنسی اتفاق میفته، بله، و چقدر دارن روش سرپوش میذارن. حالا میگم فقط تو کلیسا نیست، تو دنیای بیرون از کلیسا هم هست. کلیسا هم هست، تو کنیسه هم هست، تو معبد هم هست، تو مسجد هم هست، تو جامعه بی خدا هم هست. این داستان ها الان هم که تو آمریکا گندکاری آقایون هالیوودی که داره دیگه بیداد میکنه. ولی میخوام بگم این چیز فقط مشکل تو کلیسا نیست، مشکل جامعه بشریه. یه قسمتش هم بله، انسانای گناهکار جمع شدن تو کلیسا. بعضی وقتا اصلا افراد همونطوری که خودت گفتی اصلا ایماندار واقعی نیستن، مسیحی زادن. بله، یکی نباید نگاه کنه فلان هنرپیشه هالیوود چون یه صلیبم دور گردنشه اینطوری زندگی میکنه. صلیب دور گردن علامت هیچی نیست، طرف یه چیز دکوراسیون گذاشته دور گردنش. من وقتی اول به مسیح ایمان آوردم، اون موقع خانم مادونا خیلی داغ بود. همیشه این صلیب دور گردن مادونا من حال منو میگرفت، این خانم با این حرکاتش، با این صلیبم دور گردنش. پس خیلی اصلا مسیحی نیستن،
ولی تو کلیسا یا به اسم مسیح یا تو فرهنگ به اسم قول معروف مسیحی دارن یه عالم گندکاری میکنن. بله. یه عده آدمای شارلاتانی ان که پشت این ایمان مسیحی قایم شدن و دارن یه عالم ضربه میزنن. یه قسمت زیادش هم همه انسانای گناهکار هستیم که کم میاریم از اون شعارهایی که میدیم. ولی در آخر یکی برگشت داشتم یکی از این کتابا رو میخونم، گفت در آخر ما به افراد نمیگیم به مسیحیا ایمان بیار، دعوت ما اینه به مسیح ایمان بیار. آخر جواب گاندی اینه که گاندی جان تو انتقادت از مسیحیت درسته، ولی در آخر حرف مسیحیت نیست که به من نگاه کن، به پولس نگاه کن، به پتروس نگاه کن، به داوود و ابراهیم نگاه کن، همه گناهکار بودن. دعوت انجیل اینه که به مسیح نگاه کن. آمد. تنها کسی که توش هیچ ریایی نیست. آمد. هیچ نادرستی و ناپاکی نیست. خیلی ممنونم دکتر ساسان عزیز برای امروز. عزیزان امیدوارم خسته خاطر نشده باشید و برکت گرفته باشید. هفته بعدم لطفاً با ما همراه باشید. قسمت 10 رو در خدمتتون خواهیم بود با عنوان اینکه چرا اتفاقات بد برای انسان‌های خوب میفته. اینم یکی از اون موضوعای جالب و بامزه است که با ما همراه باشید تا باش بپردازیم با دکتر ساسان عزیزمون. تا هفته بعد خدایا رو نگهدارتون.